با وجود اینکه متخصصان و کارشناسان ماهیت رفتار و خلق خوی انسان‌ها موجودیت جن و یا همروح را رد می‌کنند، اما میلیون‌ها انسان در سراسر جهان به این موجودات ناشناخته و خوف‌آور باور دارند. در سال 2017 یک تحقیق که در آمریکا صورت گرفت، حدود 52% از شهروندان آمریکا به جن یا روح باور دارند. آنها ادعا کردند که بعضی از جاها می توانند توسط روح ناصاف شود. در بین مسلمانان این پدیده زیادتر به نام جن مشهور است، چنانچه در قرآن کریم نیز در چندین آیه در مورد این موجودات به صراحت اشاره شده است. داستان‌ها، تصاویر و رخدادهای زیادی نقل و یا ثبت شده است که شاهدان و راویان آن ادعا می کنند که شاهد حضور و یا در مواجهه با پدیده جن و یا روح بودند. برای شناسایی و بررسی بیشتر این پدیده، روحگیران یا به اصطلاح انگلیسی Ghost Hunters از وسایل پیشرفته الکترومغناطیک استفاده می کنند. این وسیله صداهای خفیف، درجه حرارت، جریان الکتریکی و سیگنال‌های ناشناخته را تشخیص داده و فرد روحگیر را از حضور این پدیده آشنا می کند. در این برنامه ما 5 ویدیویی را به شما معرفی می‌کنیم که شاهدان آن در هنگام مواجهه و یا هم به طور اتفاقی این موجودات ناشناخته را در قاب تصویرشان شکار کردند. شماره 5. در سپتامبر سال 2017، مجده جمالزاده، هنرمند و پاپستار مشهور افغان که شهروند کاناداست، در جریان ثبت یک ویدیو برای معرفی آلبوم جدیدش مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. در ویدیویی که او در صفحه فیسبوک خود نشر کرد، در قسمت آخر این ویدیو یک کاراکتر روح مانند به شکل یک سایه در پشت سر مجده ظاهر می شود. در این ویدیو مجده با ادیتور استودیویش صحبت می کند، اما او متوجه حرکت یک کاراکتر روح مانند که همانند یک سایه در پشت سر او ظاهر می شود نیست. بعد از اینکه مجده این ویدیو را در فیسبوکش پست می کند، فالوورانش متوجه این موضوع می شود. او بعداً گفت که این اتفاق او را شوک زده کرده که این ویدیو او توجه وبسایت انگلیسی به نام دیلی استار را نیز جلب کرد. به گزارش وبسایت دیلی استار، مجده گفته که او هرگز چیزی به نام روح یا جن را در استودیوی کارش ندیده بوده است، اما او گفته که فعالیت‌های غیر نرمال در جریان ثبت در استودیویش را حس کرده. او گفته که در هنگام ضبط ویدیو متوجه این موضوع نشده، اما بعد از پست این ویدیو فوراً متوجه این فیگور سایه‌مانند با موهای دراز که در پشت سر او در ویدیو دیده می‌شود شده است. دوستان، به نظر شما آیا مجده جمالزاده در ویدیوش روح را شکار کرده و یا اینکه این تصویر سایه‌مانند تقصیر لنز دوربین کمره است؟ تصمیم با شما. شماره 4. ناپدید شدن فیگور زن مانند در تاریکی شب. در اواسط سال 2013، ویدیوی یک زن در تاریکی شب توسط کامره‌های امنیتی در بوگوتای کلمبیا ضبط شد. در اینجا 3 کامره CCTV تصویر زنی را با لباس کهنه یک خدمتکار که در جاده سرگردان می‌گردد را ضبط می‌کند. کارشناسان این منطقه ادعا دارند لباسی که این زن بر تن داشته یک استایل مشهور برای 100 سال پیش بوده است، اما حالا کسی این چنین استایل لباس را نمی پوشد. او در امتداد جاده چند قدم پیش می رود، دوباره استاد می شود و دوباره حرکت می کند و چند قدم دیگر جلو می رود و دوباره استاد می شود. اما چیز شگفت آور در این ویدیو این است که او به طور عجیبی در امتداد جاده ناپدید می شود و جالب اینجاست که این صحنه توسط 3 کامره امنیتی یکجا ثبت شده و در هر 3 کامره تصویر مشابه دیده می شود. یک تلویزیون محلی بعد از این اتفاق به ساحه می آیند تا در این مورد تحقیق کنند. آنها حتی پلیس را برای نظرخواهی به محل دعوت می کنند، اما بعد از تحقیق آنها هیچ سرنخ و نشانه ای از ناپدید شدن مرموز زن پیدا نکردند. بعد از اینکه این ویدیو در یوتیوب منتشر شد، بسیاری ها ادعا کردند که این زن می تواند روح باشد، در حالی که بعضی دیگر او را یکی از سفرکنندگان به زمان خواندند. دوستان، صرف نظر از روح یا سفر کنندگان زمان، آیا به نظر شما این ویدیو حقیقت دارد و یا خیر؟ اگر حقیقت ندارد چرا؟ شماره 2. صحنه خوفناک. دختر خردسال یک مرد از آزار و اذیت یک شی ناشناخته در خانه جدیدشان به پدرش شکایت می کند. زمانی که پدرش از او می پرسد چه چیزی او را آزار می دهد، دخترش درست نمی تواند به او توضیح دهد که چه چیزی او را در هنگام بازی اذیت می کند. این حالت تا یک هفته ادامه می یابد و دختر خردسال هر روز به پدرش از آزار این موجود ناشناخته شکایت می کند.
به خاطر اینکه بداند چه چیزی دختر او را آزار می‌دهد، پدرش کمره‌های امنیتی را در تمام نقاط خانه‌اش نصب می‌کند تا دخترش را در هنگام بازی و فعالیت ضبط کند. زمانی که او کمره‌ها را بررسی می‌کند، او متوجه صحنه‌های خوفناک می‌شود. بیشتر در ویدیو ببینید. شماره 1. یک مرد به نام دیوید روبردو با خانومش بعد از شنیدن صداهای عجیب و غریب از اتاقی که روی سقف خانه اش است تصمیم میگیرند آنجا را جستجو و بررسی کنند. موجود ناشناخته‌ای که باعث این سر و صداها میشود درست در اتاق بالای سقف خانه آنها قرار دارد. در حالی که دیوید با احتیاط از زینه‌ها بالا می‌رود، زنش با صدای ترس و لرزان که به زبان اسپانیایی صحبت می‌کند، شوهرش را در امتداد زینه‌ها دنبال می‌کند. دیوید بعد از بالا رفتن کوشش میکند اتاق بالا و وسایلی که آنجاست را جستجو کند، اما چیزی جز وهم و بعضی صداهای عجیب به دستش نمیآیند. او دوباره به اصرار خانومش از زینه ها پایین میشوند، اما درست در هنگام پایین آمدن این موجود جن، روح و یا هر چیزی که به آن نام میگذارید از بالای سر او به پایین ظاهر میشود. دوستان، نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این ویدیوها حقیقی است یا ایده شده و یا هم توهم ما؟ ما درستی و یا نادرستی این ویدیوها را تایید و یا رد نمی کنیم. قضاوت را میمانیم به دست شما. لطفاً نظریاتتان را در کامنت با ما شریک سازید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.